از سال 79 که شروع به ارتکاب جرم میکنه، در سال 93 دستگیر و مجازات میشه. چون باعث رعب و وحشت عمومی شده بود، چندین تن از هموطنان و نیروهای پلیس رو به شهادت رسانده بود و در دادگاه عمومی و انقلاب استان اصفهان حکم محاربه برای وی صادر شد. خبر اعدامش 8 بهمن 1393 منتشر شد. اخبار مربوط به دستگیری وی در سایت های معتبر کشور انتشار یافته بود. با قاتلی روبرو بودیم که خود دانش آموخته قضایی در اصفهان بود. بسیار زیرک و رند بود به گونه ای که کارشناسان و سازندگان برنامه تلویزیونی شکر رو واداشت تا قبل از اعدام اون رو روی آنتن بیارند و ببینن این قاتل مخوف که به سادگی 22 نفر رو سلاخی کرد و باعث قتل بیش از 11 نفر شد چه شخصیتی داشت. نامش منصور میرلهی بود. سلام دوستان، به کانال آدم بدها خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. منصور میرلهی سرکرده ی باندی مسلح که با همدستی دو برادرش سناریوهای مرگبار سرقت رو به اجرا میگذاشتن. میرلهی فرزند سید عباس، متولد سال 1350، اهل اصفهان بود. او با معدل 19 مدرک کارشناسی خودش رو گرفته بود و فردی زیرک و باهوش بود و اطرافیانش وی رو به عنوان فردی آرام میشناختن. بر مبنای گزارش خبرگزاری مهر، وی دارای 10 فقره سابقه کیفری بود. بر اساس گزارش رسانه ها، در تاریخ 6 دی ماه 1393، ماموران پلیس خمین به یک خودرو مشکوک میشن و دستور ایست میدن. سرنشین اون به سوی ماموران تیراندازی می‌کنند و بعد از مجروح کردن 3 مامور گریختند. در جریان عملیات پلیسی برای دستگیری این 3 نفر در یکی از محله‌های گلپایگان، بین اونها و ماموران انتظامی درگیری صورت می‌گیره که طی اون 3 نفر از ماموران و 2 نفر از اهالی محله کشته و چند نفر هم زخمی شدند. در این حادثه یکی از افراد مسلح نیز کشته شد و 2 نفر دیگه متواری گردیدند. با تحقیقات ماموران مشخص شد این 2 نفر در یک مجتمع مسکونی در فولاد شهر اصفهان پنهان شدند. نیروهای انتظامی از بامداد همان روز تدابیر گسترده رو برای یافتن سارقان متواری شده به اجرا گذاشتند و خروجی های شهر رو تحت کنترل قرار دادند. اما تا ساعت 17 همان روز هیچ اثری از سارقان نیافتند. سارقان نزدیک به 14 ساعت بعد در گلپایگان بودند. از قرار معلوم این 3 سارق حدود 12 ساعت خودشون رو در شهر خمین پنهان کردند و ساعت 5 عصر خودشون رو به دوراهی گلپایگان در 10 کیلومتری شمال شرق خمین رسوندن و به عنوان مسافر سوار یک سواری تیبا شدند. سارقان به عنوان مسافر در دوراهی خمین گلپایگان انتظار می کشیدند که یک خودروی شخصی مربوط به یکی از اساتید دانشگاه گلپایگان از روی ترحم توقف میکنه و 3 سارق رو سوار میکنه. نیم ساعت بعد در حوالی روستای سعیدآباد واقعه خونبار گلپایگان رقم میخوره. هوا کاملا تاریک شده بود و ماموران پلیس در ورودی شهر گلپایگان رفت و آمدها را تحت کنترل داشتن. خودروی تیبا از راه میرسه و چیزی نمانده که سارقان مسلح در کمین پلیس گرفتار بشن. اما در همون حال یکی از سارقان به محض مشاهده پلیس به سوی آنها شلیک میکنه که در نتیجه این اقدام چند مأمور انتظامی به شهادت میرسن. سارقان وقتی خودشون رو در تنگنا میبینن، با شلیک گلوله به دست و پای گروگانشون اون رو مجروح میکنن، از ماشین پیاده میشن و ضمن بستن رگبار متواری میشن. هیچ کس پیش بینی نمیکرد که اونها دست به چنین کاری بزنن و از همون زمان بود که درگیری مسلحانه میان پلیس و مردان مسلح شروع شد. سارقان مسلح با خودروی نیروی انتظامی دزدیده شده به سمت محدوده روستای وانشان متواری شده و ضمن رها کردن ماشین پلیس یک کامیون آمیکوی یخچالدار رو سرقت می‌کنند و در نزدیکی روستای دور در مسیر گلپایگان به اصفهان این کامیون رو رها می‌کنند.
سارقان شرور در ادامه با حرکت به سمت روستای دور، پدر و پسری رو که صاحب قهوه‌خانه‌ای در آنجا بودند با خودروی نیسان خودشان میبرند. مردان جنایتکار که میدونستند پلیس در تعقیبشون است، خودروی وانتی سرقتی رو هم رها میکنند تا بتونن بی آنکه ردی از خودشون به جا بذارن به فرار ادامه بدن. ماموران پلیس وقتی خودروی وانت رو پیدا میکنند با صحنه هولناکی روبرو شدند. راننده وانت و پسر 17 ساله او به ضرب گلوله به قتل رسیده بودند که جسد راننده داخل ماشین و جسد پسر او در کنار جاده افتاده بود. از قرار معلوم در طول مسیر ابتدا علی زیبایی صاحب قهوه خانه و بعد از مسافتی نیز میلاد زیبایی فرزند 17 ساله اون رو هم به ضرب گلوله میکشند و خود رو رها میکنن و به فرارشون ادامه میدن. با پیدا شدن اجساد این پدر و پسر، تعداد قربانیان مردان مسلح به 5 نفر میرسه. در ادامه پلیس با محاصره کامل منطقه غرب استان اصفهان موفق به کسب سرنخ‌هایی از مجرمان میشن. بعد از گذشت حدود 5 روز از این حادثه، با اقدامات اطلاعاتی ماموران پلیس اصفهان، مخفیگاه گردانندگان این تیم مسلحانه که 3 برادر بودند، در فولاد شهر در غرب اصفهان شناسایی میشه. در ساعت 23 شب جمعه، ماموران با برنامه ریزی و اجرای عملیاتی حساب شده به صورت هماهنگ و منسجم وارد مخفیگاه متهمان میشن و عملیات رو اجرا میکنن. در این عملیات یکی از برادران سارق که 8 سال سابقه سرقت داشت اقدام به شلیک 400 فشنگ و 3 نارنجک به سمت ماموران میکنه، اما سرانجام به هلاکت میرسه و برادر دیگرش هم دستگیر میشه. در بازرسی از مخفیگاه متهمان 3 تفنگ کلاشنیکوف، بیش از 1000 فشنگ و 3 نارنجک جنگی کشف میشه. متهم دستگیر شده یه حادثه خونین گلپایگان علاوه بر اقرار به همکاری با 2 برادر خودش در درگیری مسلحانه با پلیس در شهرهای خمین و گلپایگان به 10 قتل و سرقت‌های مسلحانه بسیاری اعتراف میکنه. منصور میرلوهی اعتراف میکنه افزون بر درگیری در شهرهای خمین و گلپایگان، سرقت‌های مسلحانه در شهرهای اصفهان، زرین شهر، مبارکه، شهر کرد، لردگان و غیره با همکاری برادران خودش انجام داده بود. بر مبنای گزارش رسانه‌ها، منصور میرلوهی از سال 79 به همراه 2 نفر از برادران خودش با استفاده از انواع سلاح و تجهیزات جنگی در پوشش مأمورین نیروی انتظامی در چندین فقره سرقت مسلحانه که منجر به قتل و جرح از تلافروشی‌ها و ایجاد رعب و وحشت و در مواردی درگیری مسلحانه با مأمورین مشارکت داشته. در جریان تمام درگیری‌ها و سرقت‌های مسلحانه اتفاقات بسیاری افتاد، ولی مهمترین اونها در درگیری‌های گلپایگان به قتل رسوندن یک پدر و پسر بود. سید منصور میرلوهی به همراه 2 برادر خودش به نام‌های سید سیروس و سید محمد میرلوهی با استفاده از انواع سلاح و تجهیزات جنگی این باند سرقت رو تشکیل داده بودند. منصور عضو دستگیر شده و اصلی گروه بنا به گفته استاندار اصفهان دارای لیسانس حقوق بود و مغز متفکر گروه و طراح سرقت ها بوده. بر اساس اعترافات منصور، 3 برادر سال 86 به یک جواهر فروشی در مبارکه با پوشش مأمور انتظامی دست برد میزنند و در جریان این سرقت یکی از طلافروشان رو کشته و 4 نفر دیگر رو با شلیک گلوله مجروح میکنند. یکی دیگه از ابعاد روش سرقت‌های این باند مخوف در زمان فرار، علاوه بر پوشیدن لباس پلیس، استفاده از لباس روحانیت و حتی چادر زنانه بوده. عملیات مجرمانه این باند بسیار خشن که در دهه گذشته مشابهی نداشته، موجب به خطر افتادن زندگی شهروندان و برهم خوردن نظم و امنیت عمومی جامعه شد. صبح 8 بهمن 93 با حکم قطعی دستگاه قضایی، سردسته و آخرین بازمانده باند سارقان مسلح که به همراه 2 برادر معدوم خودش باعث به شهادت رسیدن 3 نفر از ماموران نیروی انتظامی و 2 نفر از شهروندان شهرستان گلپایگان شده بود، بعد از قرائت حکم دادستان اصفهان در محل وقوع جنایت به دار مجازات آویخته شد. منصور میرلوهی آخرین بازمانده این باند مخوف روی سکوی اعدام می ایستد. متهم با کمک ماموران بالا میره و طناب سفید رنگ خیلی زود دور گردنش رو می پوشونه. چند ثانیه بعد در میان جمعیت
جرثقیل حرکت میکنه و آخرین سکانس از زندگی این مرد شرور در مقابل چشمان تماشاچیان به نمایش در میاد. منصور میرلوهی اعدام میشه تا پرونده جنجالی سالهای تبهکاریش برای همیشه بسته بشه. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید.